یه نکته ای رو که مقام معظم رهبری در همین فرمایشات اخیرشون اشاره کردن این بود که ما مطالبات رو بالا نبریم، یعنی ما اگر میخوایم خدمت رسانی بکنیم در حد امکانات، در حد مقدورات بتونیم. چرا؟ برای اینکه اگر مطالبات افزایش پیدا بکنه و ما اگر 10 تا وعده به مردم بدیم در حوزه خدمت رسانی که به 9 تای اون عمل کنیم ولی به یکی از اونها خلف وعده کنیم، ممکنه که همون یک وعده‌ای که خلف وعده شده در واقع مورد تهاجم قرار بگیره. و قاعدتا این رو دولت باید دقت داشته باشه که به اندازه توان و امکانات بتونه به اصطلاح وعده‌هایی رو ترسیم بکنه و به اون وعده‌ها هم عمل بکنه. و اما رسانه باید یه نقد جدی براش ترسیم کرد و اون اینه که رسانه ملی به ویژه فضای رسانه کشور به اندازه کافی من فکر میکنم این فضای نقد رو فراهم کرده، برای رسانه ملی کمتر در این حوزه وارد شده که قاعدتاً بایستی که تو این حوزه رسانه ملی هم پیش قدم بشه تا اون ابزاری که از دست رسانه های دیگر رسانه ها و به ویژه رسانه های بیگانه بر علیه دولت یا بر علیه جمهوری اسلامی ایران، نه بر علیه دولت، بر علیه جمهوری اسلامی ایران و بر علیه خدماتی که طی 30 سال انقلاب صورت گرفته حمله های شده، بتونه با نقد مؤثر خودش که مقام معظم رهبری هم اشاره کردن که اگر ما خودمون اون نیمه لیوان خالی لیوان رو بیانش کنیم و به مردم بگیم تلاشمون رو کردیم ولی نشد اون تحقق پیدا بکنه، قدم مردم از ما خواهند پذیرفت. ولی رسانه ملی میخوام بگم که کمتر تو این زمینه وارد شده و همین خلأ باعث شده که دیگران از این سوء استفاده بکنن. و یک نکته ای رو که باید توجه کرد بهش اینه که نقد در بین نخبگان جامعه ویژه دانشگاهیان از عملکرد دولت زیاد، دولت در بین دانشگاهیان برای پاسخگویی به سوالاتشون حضور نداره و متاسفانه نقش این رسانه هم برای اینکه بتونه این ارتباط رو برقرار بکنه تا به حال وجود نیومده. قاعدتا اون انتقاداتی که نخبگان دارن تا یه حدی وارده، تا حدی بنا به بی اطلاعی و کم توجیه شدنه و این عدم تعامل بین دولت و نخبگان منجر شده این که یک انقطاعی بین این دو صورت بگیره و اطلاع رسانی به معنای واقعی کلمه به نخبگان منتقل نشه و تعدادی از سوالاتی که در همین زمینه در ذهن نخبگان وجود داره بی پاسخ باقی بمونه. من اعتقادم بر اینه که اگر از رئیس جمهور که حالا در رسانه ملی میاد یا در رسانه ها میاد پاسخگویی میکنه و متناسب با اون وزرای زیران اعضای هیئت دولت حضور پیدا بکنن در بین دانشگاهیان، در بین دانشجویان، در بین اساتید و به سوالاتی که در ذهن اونها هست هر پیرامون هدفمند کردن یارانا، من میتونم برای شما 100 تا سوال طرح کنم از همین سنخ سوالاتی که شما طرح کردید که آیا این هدفمند کردن یارانه ها این مواردی رو که به ذهن من رسیده دولت دیده یا ندیده. مسلماً ادعای دولت بر اینه که این طرح کارشناسی کاملاً کارشناسی شده است و از 0 تا 100 اون دیده شده، ولی این ادعا مورد قبول بسیاری از نخبگان نیست. چرا؟ برای اینکه اونها اون چرا که ملاحظه میکنن در صحنه عمل سوالاتی رو در ذهن خودشون میپرورونن و این سوالات رو به همدیگه منتقل میکنن، منتها کسی برای پاسخگویی به این سوالات در بین اونها وجود نداره. یکی از اشکالات و ضعف‌های جدی اعضاییت محترم دولت اینه که کمتر در جلسات با حضور نخبگان، با حضور اساتید، دانشجویان حضور پیدا کردن در دانشگاه‌ها و کمتر به این ابهامات پاسخ دادن، گرچه ممکنه که بسیاری از این سوالاتی که در ذهن است پاسخ جدی هم داشته باشه. ممکنه برخی از ما نمیتونیم ادعا بکنیم که این چیزی که نازل شده وحی منزله. قاعدتاً عقل جمعی بهتر از عقل فردیه یا عقل تعدادی بیشتر بهتر از عقل تعداد کمتر کار میکنه. لذا من اعتقادم من اینه که بر همین اساس که مقام معظم رهبری فرمودن باید مسئولین دولت، اعضای محترم هیئت دولت، از وزرا، معاونین اونها در بین جمع‌های مختلف
اساتید دانشجویان جمعای دانشگاهی حضور پیدا بکنن، برخی از این سوالات رو بگیرن، برخی از این پاسخ ها رو بدن، برخی از این اشکالات رو هم وارده بپذیرن. در همون جلسه آقا این اشکال شما وارده ما ندیدیم، میتونیم به عنوان یک پروژه، به عنوان یک طرح تحقیقاتی از شما استفاده بکنیم و این سوالاتی رو که ما امروز شما دارید طرح میکنیم و پاسخش رو نداریم، شما برای ما حل بکنید و ما پاسخش رو بدید. متاسفانه کمتر در این زمینه توجه شده و همین هم باعث شده که یک مقدار فاصله بین نخبگان و دولت گسترش پیدا بکنه که این یک زیان ملی. متاسفانه فضای سیاسی کشور یک فضایی است که من میخوام بهش بگم که فضای سیاست زده است. ما حزب نداریم ولی طایفه داریم، به اندازه کافی طایفه و قبیله درست کردیم و همه ما قبیله ای رفتار میکنیم. اگر شما از قبیله منی، هر آن چرا که رفتار کنی رفتاری است بدون نفس، ولی اگر از قبیله من نیستی قطعا هر آن چرا که رفتار بکنی قطعا همه اون رفتارت رفتار ما نفسی است. بنابراین ما هنوز به اون توسعه سیاسی به معنای واقعی خودش که دموکراسی رو به معنای واقعی کلمه بخوایم پیاده بکنیم و همه همدیگر رو تحمل کنیم و همه صادقانه یکدیگر رو ببینیم نرسیدیم. متاسفانه تو این فضای سیاسی سیاست زده، قاعدتا من اگر از طایفه اقدامی رو ببینم همه رو ممکنه سفید ببینم و اگر از طایفه مقابل ببینم حتما همه رو چی ببینم؟ سیاه ببینم. این باعث شده که در واقع یک شکافی بین این طایفه ها، من همیشه میگم طایفه حزب نداره، یک شکافی بین این طایفه ها و این قبیله ها به وجود اومده و به مثل قبیله های بدوی در زمان عصر حجر داریم رفتار میکنیم. و اگر بخوایم پیش رفته بشیم و توسعه یافته بشیم باید همدیگر رو درک بکنیم. مثل اینکه اون زمانی که زمین عصر حجر بود زبان نمیدونستن که مفاهیم رو به یکدیگر منتقل بکنن، امروز هم شرایط اینچنینی در کشور ما فراهم شده. ما زبان فهم مشترک نداریم که مطالب رو به هم منتقل بکنیم. به همین دلیل این طرف همه چیز رو مثبت و اون طرف همه چیز رو سیاه و به اصطلاح منفی و قاعدتا هیچ موقع هم به هم دیگه پاسخ و با هم دیگه تعاملی نداشتیم که بتونیم همدیگر رو تحمل کنیم. ببینید ممکنه بگیم که خود دولت هم به این مسئله این موضوع دامن زده و آن معظم رهبری فرمودن که مقایسه عمل کرده دولت با دولت‌های قبل خیلی خوبه، برای اینکه ما بفهمیم و بشناسیم که چگونه داریم پیشرفت میکنیم. ولی باز مناسبتر اینه که ما نسبت به وعده هایی که مردم دادیم هم بسنجیم که از وعده ها چقدر فاصله داریم یا چقدر تونستیم به وعده هامون عمل بکنیم. از اون طرف هم اگر ما بخوایم ببینیم که کسانی که در مسابقات سیاسی نتونستن گوی سبقت رو بربایند، نباید در موضع مخالف قرار بگیرن و فکر کنن که هر آنچه را که هست الان این دولت داره انجام میده سیاست. چرا؟ برای اینکه اگر خود اونها هم در این مستر قرار بگیرن در دوباره در همین نقدهایی که خودشون به دیگران دارن میکنن در معرض همین نقدها قرار خواهند گرفت. پس بنابراین ما باید به یک فضای کاملا منطقی و کاملا علمی برسیم تا بتوانیم یک فهم و درک مشترکی از یکدیگر داشته باشیم تا بتوانیم به خوبی مسائل رو تحلیل کنیم، که امروز متاسفانه این خلأ جدی به وجود اومده و همه ما مقصریم در دامن زدن به این خلأ که امروز در جامعه ما اتفاق افتاده. قطعا یک سری کارهای بسیار خوبی در همه دولت‌ها انجام شده و قطعا همه دولت‌ها این سری نواقص و کاستی‌ها و کمبودی‌هایی را داشتن که ما بایستی که در واقع اون را هم مورد توجه قرار بدیم. همون سوالی که من از شما گفتم هنوز جواب ندادید. سوال شما در بحث در واقع در حوزه اقتصادی، رابطه میان دولت و صاحب نظران اقتصادی. به همین نسبت ما خیلی صادقانه اگر بخوایم بگیم از تمام ظرفیت اقتصادی کشور به منظور کارشناسی در امور اقتصادی استفاده نکردیم، ولی از بخشی از ظرفیت اقتصادی کشور، ظرفیت کارشناسی اقتصادی کشور استفاده کردیم. بعد وصلش کنید این موضوع رو به تحلیل قبلی. ببینید ممکنه که من از موضع نقد زبان تندی داشته باشم، یعنی زبانی رو که بتوانم مسائلم رو منتقل کنم ندارم و قاعدتا تو موضوع نقد خیلی تند قرار میگیرم. دولت انقدر باید وسیع باشه و در واقع سینش فراخ که بتواند حتی از منتقدین خود در امور کارشناسی از اونها
بهره بگیره. من کمتر دیدم که ما از منتقدین خود ربطی به این دولت نداره. در تمامی دولت ها من یادم هست در دولتی که خود من در واقع در یکی از جلساتش حضور داشتم، این صریح کلام رئیس جمهور وقت بود که آقا اگر نمیتوانند این برنامه رو، این سیاست رو، این موضوع رو تحمل کنند، قاعدتا از دایره سیاست گذاری دولت برن کنند. ببینید همه دولت ها اینجوری دارن میبینن، ربطی به این دولت و دولت قبل نداره. ما تحمل ناقد خودمون رو اگر داشته باشیم و سینمون رو فراخ کنیم برای شنیدن حرف مخالف، بسیار امور ما جلوتر از اونی که است الان.